بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اننا سمعنا منادي ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين استغفر الله ربي وأتوب إليه السابعة إذا أوصى في حج واجب وغيره قدم الواجب بحث ما در وصیتی در حج هست که یکی از اقسام حج هست در واقع و در ارتباط با وصیتی در حج همچنان که در درس قبلی هم گفتیم 8 تا مسئله را محقق در کتاب شرائع مطرح فرموده است هفتمین مسئله این هست که اگر کس به حج واجب و غیر واجب هر دو وصیت کرد گفت از طرف من دو تا حج را انجام بدهید یکی حجت الاسلام هست دیگری حج ندبی و مستحبی و محزن به خاطر ثواب اخروی اون انجام بدهید در اینجا اگر ترکه برای همگی کافی باشد یعنی بعد از آنی که حجت الاسلام را از اصل ترکه برداشتیم سلس ترکه برای حج ندبی هم کفایت میکند هر دو رو باید انجام بدهیم و مسئله نیست فرض مسئله در جایست که پول کفافی هر دو حج را ندهد اینجا چیکار بکنیم در این صورت همان طور که مسئله واضح هست حج واجب بر حج مستحبی مقدم می شود و پول میت یا موسی را در همان حج واجب باید خرج بکنیم و حج مستحبی را نادیده بگیریم نظام فرماید از سابعت و هفتمین مسئله اذا اوسا هرگاه وسیعت بکند موسی در حج واجب و غیر حج واجب مثل عرض کنم حج واجب و حج مستحب یا حج واجب و خریدن لباس برای یتیم و امثال اینها در این صورت قدم الواجب و واجب را باید بر غیر واجب که امر مستحبی باشد مقدم بکنیم بعد می که فاین این کل الکل اما اگر همگی واجب باشد یعنی متعلق وصیت همه از واجبات باشد بگوید بعد از من هم مهر خانومم را بدهید و هم عرض کنم حجت الاسلام از طرف من انجام بدهید که مهر خانوم خود را در زندگی ادا نکرده است و حالا در وقت مرگ یادآوری می کند اینجا می شود دو تا مورد واجب یک مهر خانومش هست که مثل دین هست دیگری هم حجت الاسلام هست در این صورت و قصورت ترکتو ترکه و پول میت یا آنش که از او باقی مانده است که فافی هر دو را ندهد در این صورت قسمت علی الجمیع بالحساس تقسیم می شود بر تمامی یعنی هم بر مهر و هم ارز کنم خدمت با سعادت شما بر حجت الاسلام اون هم بر اساس نسبت و حسه علتش این هست که اولویتی در کار نیست هم اداء دین میت که مهر خانومش باشد واجب هست و هم رفتن به حجت الاسلام واجب هست و هر دو هم از اصل ترکه برداشته می شوند هر دو هم از واجبات هستند چون اولویتی در کار نیست و دو تا واجب را طرف وصیت کرده است پول هم کم هست پس باید عرض کنم که تقسیم بکنیم مثلا اگر مخارج حج واجبش 20 میلیون هست و مهر خانومش هم 20 میلیون هست کل پول که از این بنده خدایا یا ترکه که باقی مانده است فقط ده میلیون تومان هست با توجه به اینکه مهر و حج هر دو مساوی هستن از جهت خرج اینجا چاره نیست باید پول را دو قسمت بکنیم یعنی این پنج میلیون را نصفش را که دو میلیون باشد مثلا برای حج خرج بکنیم و نصف دیگرش را که دو میلیون باشد برای مهر خانومش بدهیم لذا می فرماید فا این کان الکل واجبا و قصرت ترکت و قسمت علی الجمیع بالحساس به نسبه مثلا گاهی ممکن است مهر بیشتر باشد گاهی ممکن است خرج حج بیشتر باشد گاهی ممکن است هر دو مساوی باشند خب هر کدام که عرض کنم بیشتر باشد سهم اون بیشتر خواهد بود به خاطر که اولویتی در کار نیست اما در فرض اول که دوران امر بین حج واجب و غیر واجب مثل حج مستحبی یا اطعام مسکین و امثال اینها باشد خب مسئله روشن هست به خاطر که حج از اصل ترکه گرفته می شود در حالی که ارس کنم وصیت های مستحبی مربوط به سلس ترکه می شود و روشن است که عرض کنم آنچه که از اصل ترکه برداشته می شود اهمیت بیشتر دارد در نتیجه اون را باید مقدم بکنیم این تمام بحث در مسئله هفتم مسئله هشتم در دوران امر میان دو تا حج واجب هست مثلا یک حج نظری یک حجت الاسلام کس حجت الاسلام دارد در اش هم مستقر شده است با توضیحی که در گذشته گفتیم و زمنان یک حج نظری را هم بر خودش واجب کرد بر اثر نظر یا عهد و یمین اگر در ذمه کسی حج واجب شد از طرف دیگر در گذشته هم حجت الاسلام در ذمه اش بود و خدا این کرده ناگهانی طرف فوت کردن حالا میخوایم این دو تا واجب را ادا بکنیم اگر ترکه کفاف هر دو را بدهد خب هر دو را باید انجام بدهیم اگر ارز کنم اولیای میت مثل وسیعش مثل فرزندان و راسش اینها از پول خودشون از طرف میت انجام بدهند خب چی بهتر انجام بدهند اگر کسی تبرعا حاضر شد از بستگان میت از آشنایانش خب باز مسئله نیست باید انجام بدهند منتها فرض در جایی است که متبرع نیست پول کفاف هر دو را نمیدهد ورسه از پول خودشون هم حاضر نیستن خرج بکنند ولی متاسفانه ظرف و مظروف با هم تناسبی ندارند در حالی که این بنده خدا باید 20 میلیون خرج بکند 20 تا برای حج نزریک و بیست و برای حجت الاسلام فعلا کل ترکش مثلا فقط 20 میلیون برای یک حج کفاف میدهد اینجا چیکار بکنیم در دوران امر میان دو تا حج واجب کدام یکی بر دیگری مقدم می شود در پاسخ به این سوال مصنف می فرماید از مسئله هشتم من علیه حجت الاسلام کسی که در زمه او حجت الاسلام هست و نظر اخراق و همچنین در ذمه او عرض کنم نظر قرار دارد یعنی هم حجت الاسلام بده کار هست و هم عرض کنم حج نظری در ذمه او هست ثم مات بعد الاستقرار و بمیرد بعد از مستقر شدن حج حج گاهی غیر مستقر هست اگر طرف و مجرد مستطع شدن فورا فوت بکند مثلا ولی اگر احمال ورزید یا کلا اون سال گذشت با اینکه در تواناییش بود حج را انجام بدهد و انجام نداد و حج در زمهش مستقر شد وقت مستقر شد مثل یک دین فعلی می شود چطور بعد از عقد مهر خانم در زمه مستقر می شود حجت الاسلام هم در صورتی که شرایطش مهیا باشد و اندن در انجام دادن اون کوتاهی بکنیم مستقر خواهد شد در این صورت اخرجت حجت الاسلام من الاصل حجت الاسلام باید از اصل ترکه خارج بشود به خاطری که مسئله اجماعی هست و جای حرف ندارد روایاتش را هم سابقا نقل کردیم ول منظورت من السلس اما حج نظری که واجب شده است از سلس ترکه میت خارج خواهد شد و ارز کنم در این خصوص در باب 29 حدیثی ارز کنم سی را داریم که شاهد ای که این مسئله هست بنابراین این میفرماید اخرجت حجت الاسلام من الاصل به خاطر که مسئله اجماعی هست و عرض کنم ول منظورت من السلس اما حج نظری رو باید از خارج بکنیم علتش این هست که عرض کنم خدمت با شما این که حج نظری رو از سلس باید خارج بکنیم چون خودش واجب بدنی هست و عرض کنم خدمت با سعادت شما مثل نماز میت هست که نمیتوانیم اون را از اصل ترکه خارج بکنیم اما ولو زاق المال الا ان حجت الاسلامی اگر مال کم آمد و کفاف نمیدهد مگر برای حجت الاسلام در این صورت اقتصر علیها اکتفا شود بر اون حجت الاسلام اگر کل ترکه میت 20 میلیون هست این 20 میلیون فقط کفاف حجت الاسلام را میدهد فراتر از اون ما دلیلی نداریم در این صورت میفرماید باید اکتفا به با همون حجت الاسلام بکنیم به خاطر که حجت الاسلام از اصل ترکه خارج میشود لذا میفرماید فرماید ولو ذاق المالو الا عن حجت الاسلام اقتصر علیها بعد از این مسئله می فرماید و یستحب ان یحج عنه النظر اما حج نظری را مستحب هست که کسی از طرف میت انجام بدهد که در باب 29 حدیث سی را داریم که در پایان روایت به این نکته امام علیه السلام اشاره فرموده است که اگر عرض کنم ترک کفاف نمیدهد خب خود شما اگر از طرف مید انجام بدهید یعنی شما ای وسیع شما ای ورسه فرزندان و بستگان خب کاری خوبی است و در واقع ارز کنم یک نو بر احسان هست این نظر مصنف هست که در صورت که ترک ترکه به اندازه کافی و وافی باشد حج نظری را از سلس و حجت الاسلام را از اصل ترکه و اگر پول کفاف نمیدهد حجت الاسلام مقدمی بر حج نظری می شود و در نتیجه حج نظری ساقد می شود لازم نیست که انجام بدهیم اما در حد استحباب و از باب انجام دادن کار خیر و احسان به حق میت کاری خوبی است و برسه باید انجام بدهند این نظر اول بود نظر دوم که نظر ابن ادریس و عرض کنم خود مرحوم مصنف هست میفرماید و منهم من, من و بین المنظورت و حجت الاسلام از فقه ها کسانی هستند که مساوی کردن حکم مسئله را بین حج نظری و حجت الاسلام فی الاخراج من الاصل در خارج کردن از اصل ترکه اینها فرمودن در این جهت فرقی نیست حج نظری هم بالاخره حج واجب هست اون هم حج واجب هست هر دو حکم یکسان دارن و القسمت و مع قصور ترکه اگر ترکه کفاف میدهد هر دو رو باید از اصل خارج بکنیم اما اگر ترکه خفاف نمیدهد باید تقسیم بکنیم با کم شدن ترکه همون تقسیمی که حالا در میان عرض کنم دوتا واجب میکردیم چطور در مسئله هفتم گفتیم در دوران امر میان مهر و حج باید عرض کنم تقسیم بکنیم اینجا هم در این صورت میان حج نظری و حج واجب باید تقسیم بکنیم که و هو و اشبه همین نظر از نظر مرحوم مصنف اشبه به اصول و قواعد مذهب هست به خاطر که هر دو دین هستند درست است که حج عرض کنم واجب بدنی هست و مال شرط لازم هست نه شرط اصلی یعنی اگر مال در میان نباشد عادتا نمیتوان انجام داد چون امکان سفر نیست برای کسانی که دور باشند اصل خود حج مثل نماز روزه مناسکش از واجبات بدنی هست اما اینجا میفرمایید این دین هست وقت دین باشد خب دین رو باید عرض کنم خدمت با شما از اصل ترکه خارج بکنیم این البته دلیل مصنف هست خب ممکن است کسی مناقشه بکند که دین بودن حج معلوم نیست که مثل عرض کنم خدمت با شما دین و ناس باشد درست است که در روایات داریم دین الله احق بالقضا و عرض کنم حج خودش از جمله دویون هست ولی اون دین که از اصل ترکه برداشته می شود دقیقا حق الناس هست مثل مهر خانوم مثل قرض که کنم در زمین انسان باشد و عموما رد مظالم در زندگی خود بالاخره حق مالی کسی را غصب کرده باشیم خداینه کرده کمکاری کرده باشیم مثلا به با عنوان و عجیر و استاد و معلم و امثال اینها که بالاخره ممکن است انسان در زندگی خود در این اموال گرفتار شده باشد کارمنده هست، استاد هست بالاخره پیزیش که هست عرض کنم خدمت شما بنایی هست هر کسی بالاخره اگر در زندگی خود کم کاری بکند ناخداغا دچار دین می شود و این دینها ها معمولا دیون مخفی هستند در این دینها ها بدون شک باید از اصل ترکه برداشته بشود یعنی اول این نوع دیون ادا بشود بعد از ادا شدن این هاست که نوبت به عرض کنم خدمت با شما ورسه و سهم الارث می رسه. اون دین قابل قیاس با این دین که حج سالین ها باشد نیست درست است ارز کردم در روایات از حج تعبیر بدین شده است ولی این از باب ارز کنم تشبیه است و در تشبیه ادنا مشابهت کفایت می کند نمی توانیم تمام احکام دین را اینجا ساری و جاری بدانیم لذا می توان همون نظر اول را با این تشکیک تقویت کرد که خود حجت الاسلام چون روایت دارد از اصل ترکه برداشته می شود اما حج نظری مثل بقیه وسایای میت باید از سلسش برداشته بشود و ربطی به اصل ترکه ندارد مرحوم مصنف رضوان الله علی اینجا روایت رو هم نقل میکند در راستای همین مسئله یعنی دوران امر میان حج نظری و حج واجب که حجت الاسلام باشد میفرماید و فی روایته در یک روایتی از معصوم علیه السلام نقل شده است که این نظر ان یحج راجلا اگر کسی نظر بکند که با پای پیاده حج را انجام بدهد و مات و علیه حجت الاسلام و بمیرد در حالی که در گردنش حجت الاسلام هست یعنی دوران امر میان دو تا واجب هست اخرجت حجت الاسلام من الاصل حجت الاسلام باید از اصل ترک خارج بشود و ما نظره من السلس آن را که نظر کرده است باید از سلس ترکه خارج بکند با این این روایت را مرحوم مصنف نقل میکند و این روایت شاهد قول اول هست همان قولی که ارز کنم خدمت با سعادت شما نقل کردیم اما ایشون خودش بر همین قول دوم تأکید میکند که والوجه التسویه قول اقوا همون مساوی بودن هر دو نوع حج هست حج نظریک با حجت الاسلام با هم تفاوتی ندارن لانهما ما دینون به خاطر که هر دو اینها دین هستن و دین هم از مسلمات هست یک از اصل ترکه گرفته می شود البته خب این که دین را از ارث باید استثناء بکنیم حتی عرض کنم خدمت با شما در قران کریم هم به آن تصدیح شده است در سوره نسا من بعد وسیعتین یوسابه ها او دین که اونجا استثناء شده است که باید ویت و دین اینها را از ترکه جدا بکنیم بعد بقیه را به عنوان سهم الارث در میان اون را تقسیم بکنیم منتها همچنان که عرض کردم بحث در این هست که این دین چی گونه دین هست مصداق دین چی هست گاه دین همون قرض هست مثلا مهر خانم هست حق مالی دیگران هست در صورتی خدای کرده غصب کرده باشد مثلا اون شک نیست مصداق همین دین هست و باید از اصل ترکه برداریم اما دینی که از قبیل حج و امثال اینها باشد معلوم نیست که در احکام فقهی خود مثل این دین باشد لذا هست که این دلیل مرحوم مصنف با اینکه بر اون تاکید هم ورزیده است جای تشکیک و مناقشه را دارد خب این تمام بحث در مسئله هشتم که در واقع با این مسئله هشتم مقدمه دوم را هم ما تمام کردیم در مقدمه دوم عرض کنم خدمت با سعادت شما بحث های فراوان حج نظری و اهدی و یمینی حج عرض کنم وسیعتی حج نیابی تمام این بحث ها به اتمام رسید سه مقدمه راجع به اقسام حج هست بالاخره چطور نماز برای خود اقسامی دارد نماز عرض کنم نماز آیات داریم نماز ایدین داریم نماز یومیه داریم حج به عنوان یک عبادت شرعی باز برای خود اقسامی دارد می فرماید المقدمه الثلاثه سومین مقدمه ما که اینجا داریم فی اقسام الحج در اقسام حج هست که میفرماید و هی ثلاثتون این عرض کنم حج خودش سه قسم هست که این مسئله عرض کنم اجماعی هست در میان فقها مخالفی ندارد در ابواب اقسام الحج وسائل در باب یک حدیث یک را داریم حدیث دو را داریم و روایات دیگری در خصوص این مسئله داریم که ظاهرا که همگی دالی بر این نکته هستند که اقسام حج سه تا هستند که وهی این سه تا عبارتا از حج تمتع و حج قران و حج افراد این که حج تمتع را حج تمتع گفتن عرض کنم خدمت با شما اولا در خود سوره مبارکه بقره در آیه 196 این تعبیر را داریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما سر من الحج فمن تمتع بالعمرة ناظر به همین حج تمتع هست و خود تمتع ارز کنم که در اصل لغت به معنای ارز کنم لذت هست تمتع یعنی لذت برده است تمتع یعنی لذت بردن و ارس کنم خدمت با سعادت شما مناسبت این نام بر حج تمتع اینجا که وظیفه اکثر مسلمانان هست این است که حج تمتع در واقع یک عمل واحد هست منتها دو جز دارد جز اولش می شود عمره تمتع و جز دومش می شود حج تمتع و این دو تا به عنوان عمل واحد فریضه کسانی است که از دور به زیارت بیت الله الحرام می روند. مثل اهل عراق مثل اهل ایران و بقیه کشورهای اسلامی عموما اینها وقتی به حج مشرف می میشوند و حجت الاسلام انجام میدهند حجت الاسلام اونها در قالب حج تمتع انجام میشود و این حج متو همان طور که عرض کردم چون عملی واحد هست یعنی عرض کنم اولش عمره تمتع بعد حج تمتع ولی همان طور که مستحضر هستید با انجام دادن آخرین عمل عمره که تقصیر باشد شخص حاجت از لباس احرام خارج می شود با خروج از لباس احرام تمام محرمات احرام از جمله هم بستری با عرض کنم خود همسرش برای طرف حلال می شود یعنی در این فاصله قبل از اینکه لباس احرام حج تمتع را بپوشد اگر کسی همسرش همراهش باشد می تواند عرض کنم مقاربت هم داشته باشند و کار حرام انجام ندادند ان. با توجه به جواز این نوع لذت ها لذا ارز کنم این حج را اسمش را گذاشتن حج تمتو با اینکه هر دو ارز کنم به عنوان عمل واحد هستند چون محرمات احرام برداشته می شوند و حلال می شوند اسم این حج شده است حج تمتو دومین قسم حج حج قران هست قران از همون مقارنت نزدیک و نزدیکی و همراهی است به خاطر که با احرام بستن خود حد همراه حاجی می شود و پا به پای ارز کنم احرام حرکت می کند لذا این را گفتن حج قران و سیومین قسم حج می شود حج افراد که حج افراد ارز کنم علتش این هست که در حج افراد عمره و حج از هم بیگانه هستند که هر یک به تنهایی مفرد هست و ربطی به دیگری ندارد برعکس حج تمتو که عمره و حج با اینکه دو تا هستن زوجین هستن ولی یکی هستن در واقع ارتباط تنگا تنگ دارن اما در حج افراد این دو تا از هم بگانه هستن نوع استقلال از همدیگر دارند دارن لذا اسم این حج رو گفتن حج افراد در کل حج افراد و قران وظیفه کسانی است که به شهر مکه نزدیک باشند یعنی خانهشون 88 کیلومتر تقریبا بیشتر از خود مکه دور نباشد در حالی که حج تمتع وظیفه بقیه مسلمانان می شود یعنی اونهایی که بیش از 88 کیلومتر از مکه فاصله داشته باشند چه اهل عربستان یا غیر اهل عربستان بقیه کشورهای اسلامی بله در حال ضرورت و در بعض شرایط استثنایی کسانی که دور باشند هم می توانند به جای حج تمتع حج قران افراد را انجام بدهند که ان تفاصیلش در بحث های آینده روشن خواهد شد در کل آنچه که ما از اقسام حج را در شریعت اسلام داریم و در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است و فتاوای فقهای ازام بر اون استوار هست همین سه نوع حج هستند یک حج تمتع یک حج قران یک حج افراد و هر یک از اینها برای خود اعمالی دارند که انشاءالله این اعمال و مناسک را به تفصیل بیان خواهیم کرد چطور اگر ما نماز آیات داریم خودش اعمال مخصوص دارد نماز عید را داریم اعمال ویژه خود را دارد نماز یومیه ما شکل و هیئت مخصوص خود را دارد دقیقا به همین شکل حج تمتع و حج قران و افراد یک سلسله تفاوت را با هم دارند لذا فرماید که هیه ثلاثه تمتع و, و قران و افراد فصورته از این فصورته مرهم صاحب شرائع رضوان الله علی شروع میکند به توضیح دادن عرض کنم خدمت با شما صورت حج تمتو البته اول شروع میکند از عمره تمتو بعد هم ارز کنم توضیح میدهد حج تمتع را این صورت یا شکل شمایل که اشون ارز کنم برای حج تمتو ذکر میکند از اینجا تا حدود دیک. یک صفحه کتاب شرائع همه اش عرض کنم خدمت با سعادت شما فی الجمله اتفاقی هستن میان فقها ها و خوشبختانه همان طور که مستحضر هستید و شاید در لابلای بحث های گذشته هم اشاره کردیم حج از اون اعمال است که عموم مسلمانان در مناسک اون قدر مشترک بسیار زیاد دارن اختلاف کمتر و قدر مشترک بسیار بیشتر هست اتفاق نظر در میان فقهای شیعه مرز کنم بسیار زیاد هست لذا این صورت شکل شکلی که نقل میکنن تقریبا ارز کنم اتفاقی هست فقط بله راجع به شب دهم همچنان که انشالله خواهد آمد ایشون مبیت در مشعر را در شب دهم نیاورده است با اینکه از نظر بسیاری از فقها ها از جمله مراجع امروزی واجب هست که حاجی ها شب دهم را در مشعر باید بسر بکنن و اضافه بر اون خود حد یا قربانی که حاجی انجام میدهد خوردن از اون بر اساس نظر بر فقها ها از جمله خود مصنف رضوان الله علیه یعنی صاحب شرائع واجب هست ولی اینجا ایشون اون نکته را به عنوان عمل حج ذکر نکرده است که در نتیجه اگر خوردن از هدی را ما به عنوان عمل حج ذکر بکنیم نتیجه این میشود که حتی یک از مناسک حج میشود خوردن قربانی کردن که هست قربانی کردن نماد هست خودش بالاخره پیامه های معنوی و اخلاقی فراوانی دارد ولی این که ارز کنم واجب باشد بر حاجی خوردن از گوشت قربانی این هم می شود جزء مناسی که حج بر اساس برخی فتاوا در هر صورت حج یک عمل بسیار پیچیده و ارز کنم پررمز و راز و ارز کنم نسبتاً بسیار طولانی در میان عبادات اسلامی این کرس لباس احرام بپوشیم این کرس رمی جمرات بکنیم اینکه قربانی بکنیم اینکه محرمات احرام بسیار فراوان باشند در کمتر عملی این مقدار شدت عمل رو ما میبینیم که انشاءالله در جای خودش اگر توفیق خداوند باشد و کم کم موفق بشویم همه اینها رو انشاءالله نقل خواهیم کرد این صورت حج تمتع را یا حیعت و پیکره حج تمتع را که از عمره شروع میشود و عرض کنم به حج تمتع پایان میابد در درس بعدی برای شما ذکر خواهیم کرد الله غفر الله لنا و لکوم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته لا يرجو سوى مولا فانعم وكرم